معمولا میگن آدمای احمق رو معروف نکنیم، ولی من میگم پس به کی قرار بخندیم؟ People keep saying we need to stop making dumb people famous, but I always say, but then who are we going to laugh at? چه اتفاقی افتاده؟ من خیلی وقت میخواستم یه ویدیو در مورد کسی که کامنت برامو میذارن، چیزایی که بهمون میگن بسازم، ولی هم بچه ها خورده کونگو شدن، یه سری اصلا با این موضوع حال نمی کنن، و اینکه یه خورده هم زدیم تو کامنت ها زدی گاییدیم، بطرم یه خورده این کار معنی نداشت، ولی این یکی اصلا متریال ساخت ویدیوه، اصلا داستانی که پشت این آدمه. مشکل ملت ما میبینی چیه؟ این که فکر میکنه که کس و شعر بگن کسی کنتور نمیندازه، ولی من میندازم. کامنت ها رو ببندم. سلام، خوبی؟ آقا به حضورتون عارضم که از کمپ پناهندگی دارم براتون میگیرم. اولا داری از محیط بیرون میگیری که بالای یه تپهیه، شبیه زندان میمونه. چرا داخل خونه رو نمیگیری؟ چرا نمای خونه رو نمیگیری؟ چرا مدرک مثل اجاره نامه اینا رو نشون نمیدی؟ برای اثبات این که من در کمپ نیستم، بذار بیرون رو نشون بدم. بیا الان داری خونه منو میبینی، تو اتاقم هم تافان گیر نکنه. چند تا توضیح من بدم. یه پسری هست اسم سالار، اگه اشتباه نکنم تو آپارات هم فعالیت میکنه. کامنت ها رو بستم که راحت میتونم حرف بزنم، که نتونم برینم بهت، که مثلا ما از تلگرام کارمون رو شروع کردیم، آپارات خیلی از کلیپامون نیستش، اصلش تو یوتیوب و اینستاگرامه، تمام مرکز فعالیتیمون تلگراممونه. که وقتی اینا رو بهت نگن، که وقت نرینم بهت، از دلم کامنت رو برای این بسینم. یه آپارات هم فعالیت میکنه، بعد گویا به طور کلی یه سری ها بهش فشار آوردن. فشار، دارم باید فشار. نه، نجاتم بدین، این کاسخال نمیدونه تو آپارات نیستی. نه، میخوام بجوم این قضیه حرف بزن. ایشون مدعی این امره، یه چند تا موردشو میگم. مثلا خانوم تاکسی گل یا کوسر میگه دونیت فیک میکنه. مدعی این امر نیستم، انقدر این موضوع در اومده و انقدر مدارک و شواهد براش وجود داره، تو خود گیملت اینفینیت که این کارو کرده، بگی کوثر احتمالاً دونیت فیک زده، میگیرم میزننت. تو باید بگی که من یقین قلبی دارم که کوثر دونیت فیک زده. خب یقین قلبی یعنی این موضوع اثبات شده است، باید بهش ایمان داشته باشی. قبل از انقلاب، زمانی که سس محرم تازه وارد ایران شده بود، یعنی شرکتش راه اندازی شده بود توسط آقای زهیر، یک به کیرم، دو به تخمم، سه به چپم، چهار به راستم، پنج به اسب زورو، شیش گو خورش به تو نیبده، هفت خب الان که چی؟ چه ربطی داره کوثر به محرم؟ حالا جلوتر میبینیم چیه قرار تو کنم بکنندش، ولی واقعا چه ربطی داره؟ دکتر زهیر، رئیس بخش مواد غذایی اتاق بازرگانی ایران، ادامه ایرانه خیلی مهمه، برای همین حرف من درسته، به هم ایران نگیرین. یکی از متدایی که توی فروش محصولاتشون استفاده میکردن این بود که توی ماهای اولیه فروش محصولاتو به سوپرمارکت ها میدادن، میگفتن ما پول نمیگیریم، اگر فروختین میایم ازتون پول میگیریم، و با استفاده از یه تیم خرید کاملا طراحی شده توسط خود شرکت که شامل زن، بچه، بزرگ، کوچیک، پیر، جوون بود، تو ماهای اولیه خود شرکت محرم سوساشو میخرید. بعد از دو سه ماه کاری که این آقای زهیر انجام داد، اومد گفت که خب حالا نصف محصولات خودمون میخریم، نصفشو میذاریم به عهده فروشنده. فروشندم که دیده بود تو ماهای اول خوب خرید میکنن، از این قضیه استقبال کرد و فروخت محصولاتو. بعد 6 7 ماه دیگه حتی اون تیم فروش نمیداد. ببین این متد بازاریابی، یه متد بازاریابیه، عالی بود. من عالی قبل از اینکه بریم این قسمت،
بابت تک تک ثانیه هایی که مجبور شدیم این مزخرفات رو گوش کنیم. ضرب در 8 نفری که داشتن لایو تو اون لحظه میدیدن راست کنتور میدازن تا تو باشی برای منطقه چرت و پرت سسه واسه ما داستان نبافی. متد بازاریابی سامه چی متد بازاریابی؟ همه چی اوکیه؟ شما دکل نفت بدوز، اختلاس کن، احتکار کن، جامعه به کام میره، ولی متد بازاریابیه. شما کارت انجام بده، شما پولدار شدی، حالا یه سر بدبخت کردی، مهم نیست، شاید پولی که حقش نبوده رو گرفتی. اوکیه، متد بازاریابیه. شما از این متد بازاریابی برای یه پروسه درآمدزایی استفاده بکنید اصلا حرام خوری نیست، اصلا چیز بدی. به شخصه اگه دیدین این فرد جای اعتراض کرد که چرا پولشو خوردن، چرا ازش اختلاس کردن، چرا احتکار کردن، چرا جنسی که بهش فروختن به قیمت درست نبوده، چرا جنسی رو فروختن که اون کار رو درست انجام نمیده، چرا خدماتی که بهش دادن نسبت به پولی که میده ارزش نداشته یا اون سرویس هایی که قول شده دادن انجام داده نشده، نسبت به هر کدوم از اینا اعتراض کرد بزنین تو دهنش و بگین یه متد بازاریابیه و اصلا حرام خوری نیست، اصلا کار اشتباهی نیست، بیایم همه همین کار رو انجام بدیم. چطوره؟ که مثلا اگر استفاده کرده باشه تاکسیکر کوسن، اگر از متد دونیت فیک استفاده کرده باشه، هیچ دزدی یا حرام خوری اتفاق نیفتاده. این استریم یه بیزینس خواهی استریم چجوری بیزینس اصلا؟ این رو بذار من یه خودت بدون مسخره بازی توضیح بدم. ببینید یه چیزی داریم اسم کار هنری یا انترتینمنت، حتی یا که نه بعضی ما در کنار هم قرار نمیگن تو تعریف، که خب میگم که آقا من دارم یه سری سرگرم میکنم یا نه دارم یک محصول هنری رو ارائه میدم، این میشه صنعت تو. خب این بیزینست نیست، انتشارش بیزینسه، بازاریابیش بیزینسه، فروشش بیزینسه، استریم قسمت تولید محتواشه و انتشارش با توییچ و یوتیوبه. وقتی کوسن داره استریم میکنه داره تولید محتوا میکنه، یعنی در صنعت استریم، در صنعت گیم، در صنعت ساخت ویدیوه، ولی در بیزینسش نیست. وقتی که داره تبلیغ میکنه، منتشرش میکنه، داره جاهای مختلف هی ممبر جذب میکنه، اون قسمت بیزینس کار میشه. این دوتا قسمت جدا هم تو همدیگه ممکنه بره، یعنی تو محتوایی تولید بکنی که به بیزینست کمک کنی یا بیزینست به تولید محتوات کمک کنه و تو هم قاطی بشن، ولی دوتا چیز جدا هم عزیز دلم. این هم واسه این که علم و شعورت بره بالا. تمام دنیا و شما از هر متد بازاریابی بخواهی میتونین استفاده کنید. شاید براتون سوال بشه من چرا از این پروسه استفاده نمی کنم. به خاطر اینکه ارزشو نداری. من ویو برام خیلی مهمتره الان. و خب من هزینه هایی که کردم برای استریم هم قرار نیست با اون دونیت در بیاد. من فقط لپتاپی که گرفتم برای اینکه بتونم پلتفرم ایکس باکس رو با استریم لب استریم کنم، تو ایران چیز هولوش 25 میلیون تومانه. من الان چقدر مثلا دونیت شدم که بخوام از این استفاده کنم؟ بعدم تصمیم که دارم اینه که از دونیت ها به عنوان کیفه های بزرگی که بعدا قرار بچه ها بدم استفاده کنم. نه اصلا دنبال هیچ چیزی نیست، گیوه وی میده، میدونین خیریه را انداخته. خب فلسفه گیوه وی چیه؟ گیوه وی میدیم که تو میگه آخرش چی؟ سه نفر رو تک کنین دیگه. خب پس سه نفر جدید بدین، یعنی عملا مجبور کنیم ممبرامون برامون تبلیغ بکنن. یا مثلا میام میگه که یک عکس از من تو اینستاتون بذارید و منو تگ کنید، تبلیغه. الان چیزی که برای من خیلی اهمیت داره ویویی که قراره بخورم. پس جواب این که چرا من خودم از این سیستم استفاده نمی کنم، ولی این سیستم رو نفی نمی کنم، چون استریم یه بیزینسه و شما از هر متد بازاریابی که بخواید میتونید استفاده کنید. نه نفی نمی کنی، چون اگه میخوای نفی کنی پس این مسخره بازی که اومدی زیر پیج من خواهی مالی کسوشه بگی که از ما بالا بیای و اینکه داری خواهی علی اسفند یاری رو میخوری همه بی‌معنی میشه، چون نباید این گوه رو بخوری. معلومه که نفی نمی کنی. مسخره بازی ها رو اگه نفی میکردی که الان تو اینجا نبودی، دلیوری ها رو نمیذاشتی. نکته بعدی، این آقا بارها گفته که پناهنده فلان. اما خوشبختانه من پناهنده نیستم، اسمم خیلی ساده است، چیز سختی نیست. اونایی هم که از نزدیک منو میشناسن میدونن که من پناهنده نیستم. منتهای مراتب
پناهنده ها مگه شاخ دارن؟ مگه دوم دارن؟ خیلیشون دوستای منن. این حرف در شرایط کسریر نیست که خودت طرف رو با استفاده از الفاظ و برچسب‌های مختلف تحقیر نکرده باشی، ولی وقتی که تو از الفاظ مختلف برای تحقیر بقیه استفاده میکنی و کسی با جوابت رو میده، دیگه حق نداری از همچین چیزی برای دفاع از خودت استفاده کنی. شرایط اونجا دوست دارم پناهنده بشن، احتمالاً این دوست عزیزمون خیلی میخواسته بشه نشده و بهش فشار اومده. نه من پناهنده نیستم، اینا که به من میگه بهشون فشار اومده. من به خود از بقیه بهترم، نه منو جدی بگیرین، من فقط جای خوبیم، بقیه جای بدیم، هرکی هرچی بگه رو فشار و گلسوزی شه. حالا گیه نکن طولایی بده انقدر. من اینکه مرتبا فوش بده و بخواد منم باهاش دهم به دهم بشم، سن و سالم اجازه نمیده باید این بچه بازی های گیمی بشم. نه چیزی بهش اجازه نمیده. نمیدونم چرا اول تو کامنت گذاشتی، هی اومدی تو پیاما، هی جاهای مختلف، هی هم داری میای تو پیوی من، گایدی منو همه جا، داری همه جا پیام میدی. اگه نمیخوای قطعی بچه بازی ها بشی، پس اینجا چیکار میکنی؟ پیامای چی الان اینجاست؟ به اندازه خودش تو پرایویت بهش جواب دادم. من از همشون نوبترم. بعدش هم گریه کنان همه اون قسمت هایی که من ریده بودم بهش رو گذاشت تو استوریش و بعد دید بازم کسی به تخمش نیست، رفت خواهی مالی علی اسفندیاری. بعد علی اسفندیاری هم که کلن هیچ که کنوشو باش پاک نمی کنه، چه برسته که حالا بخواد حمایت کسی بکنه. نمیخواستی قاطی این بچه بازی باشی نه؟ و اینکه جنسیت دخترش به شما فشار آوردی یا یه زمانی پیشنهاد دادیم و جواب رد شد، به من هیچ ارتباطی نداره. آقا تمام، قبول کرد، قبول کرد که گوخوریش بهش نیومده، هیچ ربطی بهش نداره. پس الان کامنتاش هم پاک میکنه، عذرخواهی میکنه بابت دخالت در چیزی که بهش هیچ ربطی نداشت و اینکه از خودش واسه بین من و کوثر داستان درست کرده بود. حالا جالب اینجاست که تو فیلم اتاق لوات هستش که چرا تی بود داشتی. خوبه دیگه، تمام شد دیگه. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. خداحافظ. بابا این داره ادامه میده. بس خفه شو. ببین خفه شو. اصلا هی داری زر میزنی، 8 نفر بیشتر نمیبینن. الان من ویدیو رو میذارم تازه یکا میشینن میبینن که تو تازه دریوری داری سه ساعت تری میگی. بابا خفه شو. بسه، هی گوه میخوره. من پیج اینستاگرام من تا الان حتی یه فالوور فیک هم نداشته. این آقای سالا به دنبال جلب توجهه و این عدم توجه بهش فشار میاره، هر روز احتمالاً میخواد یا به جایی که بیام جایی حرفمون بزنن که فقط 8 نفر رو ببینن، یه جایی بذارم که بالای 1000 نفر رو ببینن و به هم پولم بده. یه کلمه زیرش نمیده، یکی هم پستش نمیده ثابت کیه و ایشون انقدر برا شد. اصلا داره بیشتر بهش فشار میاد پسرمون. در هر صورت مرسی بابت ساپورت هایی که کرد، ساپورت هایی که ازش شده اصلا عالیه. بریم ببینیم. آقا یکی پست آخر ایران پارادی اون متن سمت چپی رو توضیح بده، مفهوم اون چی بود؟ الان هیچ فلسفه من نفهمیدم از اون متنم. تو برو اتاقت جمع کن، کارت گرافیک من پولش بیشتره، داری اکشیر ما میری بالا،
چه مفهومی من نفهمیدم رو این داستان چیه؟ هیچ فلسفه من نفهمیدم کل اومد. خدایا یعنی چی آخه؟ چه ربطی داره این جمله و همیشه مربوطی نیستن؟ برو اتاقت جمع کن، کارت گرافیک من رو تو گرونتره داری از کیر ما میری بالا. نفهمیدم هیچی ازش. من تنها حرفی که میتونم بزنم راجع به این استوری اینه که مسخره نیست، مسخره است. امسال هم این امسال خونده میشه، امسال با یه سه دیگه است. خلاصه واقعیتش بخواهم، من همین الان که دارم این ویدیو ردید کنم رژیم تموم شده، خیلی به شدت کسره، یعنی یک درجه از تمامی کامنت هایی که من توی یوتیوب و اینستا میدم این کسره تر بود. و بدبختی اون ورش اینه که هم توی لایف گذاشته، هم توی اینستا مسیج داده، هم تو کامنت داره میگاد، هم تو تلگرام داره هی پیام میده، هم داره خواهی مالی علی اسفندیاری رو میکنه. بسه داداش، بسه، ول کن به کیرم، اصلا تو خیلی شاخی، تو پناهنده رتبه یک آلمانی کن لقه، ول کن، بذار همون 100 نفر به زور ببیننت مترو.